بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله، حمد و ثناء و صفات مفرستیم به الله سبحانه و تعالی و شکر میکنیم از بارگاه الهی که بر ما باز هم فرصت عمر داد و توفیق نصیب کرد که در درس از درس های توحیدی اشتراک بکنیم. دوستای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای گرانقدر، خواهرای عزیز، برادرای محترم، یکی از موضوعات بسیار مهم و بسیار خطرناک در عقیده اسلامی موضوع نواقض ایمان هست. ما شما قبلا نواقض ایمان در درس قبلی خواندیم. نواقض به معنای نقص کننده یا شکننده هست. مثلا در کتابهای فقهی ما می خواندیم نواقض وضو، مثلا وقت انسان وضو میکنه چه چیزی وضو انسان را مشکنانه، و از این خاطر وقت مادر و پدر برای اولاد خود وضو را یاد میده یا نماز یاد میتن، در همون وقت باز برشان یاد میتن که اگر مثلا اینی کارا را بکنی وضو تو مشکنه و باید دوباره اثر وضو بکنی، و به می شکل اگر مثلا در نماز اینی کارا را میکنی نماز تو باطل میشه و نمازت مشکنه و مکلفیت داری که نماز اثر بخوانیم. و یا مثلا در نواقض روزه هست که اگر شما روزه دار هستین قصدن شما مثلا میخورین یا مینوشین، در این صورت روزه شما مشکنه و حتی شما اگر قصدن این کار کرده باشین باید دو ماه دیگه روزه بگیرین. و به این شکل در هر چیز، در حج، در زکات، در هر چیز نواقض است. و ما این را در کتاب های فقهی زیاد می خوانیم، ولی متاسفانه که در بسیاری از کشورهای جهان، حتی در مدرسه ها، حتی در پوهنتون های اسلامی، موضوع نواقض ایمان درس داده نمیشه. و مشکلش این است که زمان استعمار آمد و بعضی از نظام هایی که تحت استعمار در کشورها جا به جا شدن، اینا نخواستن که قصدن به حساب جنگ فکری که نواقض ایمان فامانده شود برای مسلمان ها، و اگر بفامند باز بسیاری وقتا در مقابل زنا اختلافاتشان زیاد میشن و با زنا را و استعمار را نمیپذیرن. و این تجربه تا سر خود ما تیر شده. یک وقت ما مثلا مدرسه خواندیم، پوانتون خواندیم، در پوانتون کابل خواندیم که در اون وقت زمانی که ما مدرسه خواندیم و پوانتون خواندیم، اون وقت مثلا روسا در افغانستان غلبه داشتن و به لیبیا رفتیم، اون وقت مثلا معمر القذافی یک کمونیست یا بیدین انسان بوده که اونا بودن. بنابراین وقت ما در اونجا در پوانتون ها و در این مدرسه درس خواندیم، هیچ گپ از نواقض ایمان زده نمیشد. و این در کتاب های فقهی مسائل حکم مرتد و ارتداد و این مسائل خوانده میشد و اون هم همت یک گذرا، اما مسئله نواقض ایمان که در بخش های عقیده باید بیان شوه و مردم بفهمند، این درس داده نمیشد. از این خاطر بسیاری وقتا حتی خود ما در نواقض ایمان داخل میشیم که حالا باز ما اثر کلمه خوانیم که لا اله الا الله و محمد و رسول الله، و کلمه خوانیم که اشهد و لا اله الا الله و اشهد و ان محمدا عبده و رسوله، به خاطر ازی که در بعض نواقض انسان داخل میشه و نمیفهمه که ایمان ما مثلا از بین رفته. از این خاطر این بحث بسیار مفید است، مفید برای هر انسان مسلمان هست. یعنی هر انسان مسلمان متدین، یعنی هیچ کس نمیخواد دوزخ بره. یعنی من مطمئن هستم انسانی که کلمه میخوانه، و شاید 1-5% یا 4% کسایی باشن که اونا مثلا منافقت بکنن یا غلطی بکنن یا مثلا بعضی کسا به خاطر پول و مال و گپا و ترا، اما اکثریت مردم اینا اخلاص زیاد دارن و اینا میخواین که ایمان خدا حفظ بکنن و میخواین به جنت برن و میخواین با ایمان و با کلمه توحید از این دنیا برن و در روز آخرت در صف مسلمان ها حشر شون و همراه نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین حشر شوند. این خواسته کلگی هست. ولی مشکل در کجا هست؟ مشکل در این است که بعضی اوقات
انسان نافهمیده و نادانسته با بیتفاوتی مثلا به یکی از نواقض ایمان داخل میشه، ایمانش از بین میره. این حالا آیا وی عذر داره وقتی که یک انسان مثلا امکانات هست، درس هست، تعلیم هست و این انسان یا گوش نمیگیره یا نمیخواه و یا نمیفهمه یا مثلا بیتفاوت است؟ آیا امی بیتفاوتی یا گوش نکردن یا نشنیدن یا نفهمیدن ای باز بر از این عذر میشه که ای در یکی از نواقض ایمان داخل شود و مثلا صفت از صفات کفار بگیره و در کفر داخل شود، در ارتداد داخل شود و ای باز مثلا در روز قیامت بخیزه و بگه که من عذر داشتم یا چطور داشتم؟ به هر صورت از این خاطر ای بسیار مهم است که انسان این مسائل بفهمه و اگر باز مثلا مبتلا شد، چون انسان الله غفار است و غفور است و تواب است، هر وقتی که انسان مجرد فهمید که من در یک کفری یا در یک شرکی یا در یک عمل کفری یا شرکی مبتلا هستم، دروازه رحمت الله باز است، الله رحمان رحیم است، دروازه مغفرت الله باز است، دروازه توبه الله باز است. چه وقت توبه قبول نمیشه؟ ولو که انسان در شرک گرفتار باشه، در کفر مبتلا باشه، الله توبهش قبول میکنه. در چه وقت قبول نمیکنه؟ در دو حالت. در یک حالتی که مثلا حالت فردی است که مثلا یک انسان ملک الموت ببینه، مجردی که مثلا وقت مرگ ما آمد و ما در پرده های غیب دور شد و من ملائکه را ملک الموت به چشم خود دیدم، دیگه دروازه توبه باز بسته میشه. باز وقت دیگه در وادی جان کندن که قبض روح هست، باز اونجا توبه قبول نمیشه. یک حالت است. و حالت دومی که توبه قبول نمیشه، حالتی هست که مثلا قیامت میشه. وقتی که قیامت میشه، کلگی میفهمه که اونه قیامت شد و پرده های غیب دور میشه و کلگی ملائکه را میبینه و قیامت را میبینه و عذاب را میبینه. پس در این صورت باز توبه قبول نمیشه. در غیر از او، آنی که ما و شما فرصت داریم و زنده هستیم و الحمدلله فرصت عمر داریم، میتونیم توبه بکنیم و هر کسی که هست بشنوید توبه بکنه و رجوع بکنه و الله غفور و رحیم است. از شرک هم توبه میشه، از کفر هم توبه میشه، از ارتداد هم توبه میشه، از هر کاری کرده باشه توبه میکنه انسان. وقتی که توبه کرد و برای الله سبحانه و تعالی، الله غفور و رحیم و تواب است، توبهش قبول میکنه. از این خاطر فهمیدن مسئله نواقض ایمان بسیار مهم است، بسیار مهم است و این انسان باید برای تمام دوستای خود برسانه تا که اونها وقتی که میشنون، اگر یک کسی در این مبتلا شده باشه، فورا توبه بکنه و بارگاه الله رجوع بکنه. مثلا نواقص چی را میگن؟ نواقص جمع ناقص است و نقص در لغت به معنای شکننده یا زائل کننده هست. ولا تنقض الایمان بعد توکیدها، در قرآن شریف دایت میگه شما نشکنین ایمان امو قسم هایتان را بعد از اینکه شما او را توکید کردین، در سوره نحل آیت 91 است. در تعریف اصطلاحی نواقض ایمان علمای عقیده چی میگن؟ اونا میگه هو الاعتقاد والقول والفعل المکفر. میگه چی هست؟ چی ایمان انسان را مشکلنه؟ عقیده کردن یا یک سخن گفتن، سخن کفری گفتن یا عقیده کفری پیدا کردن یا سخن کفری گفتن یا یک فعل کفری را انجام دادن. حالا ما شما میبینن مثلا در رسانه ها هست یک نفر میگه که من با اسلام عقیده ندارم، یا مثلا امیال شما اگر موبایلتان رو باز بکنید، کسایی هستن که میگه ما مسیحیان افغان هستیم، یعنی نصرانی هستیم، یعنی سه خدا را قبول کردن، خدایی عیسی مسیح را قبول کردن. اینا چی هستن؟ اینا ایمانشان که در خانه مسلمان هم پیدا شدن، ایمانشان نقص شدن و اینا کافر میشن. پس نواقض ایمان یا اعتقادی هست که یک نفر خودش مثلا عقیده داره که میره نصرانی میشه، میره سیکولر میشه، میره کمونیست میشه، با او عقیده می باشه، قرآن قبول نمی کنه، دین قبول نمی کنه، عقیده توحید قبول نمی کنه. پس از این خاطر علما میگن هو الاعتقاد والقول، یک سخن از خودش از زبان خود خارج میکنن سخنه، یا استهزا و رشخندی میکنن. مثل که حال بسیاری کسا به عیسی کافر میشن، استهزا میکنن، رشخندی میکنن سر احکام میآید. والفعل المکفر، یا یک فعل کفری را انجام میده. فعل کفری چی است؟ مثلا قرآن شریف مثلا زیر پای خود میپرده، سر قرآن لغت میکنه. یک وقت مثل که کمونیستا قرآن شریف می آمدن در خانه ها و سر قرآن لغت میکردن، همه کارمل و دکتر نجیب و اینمی ترکی و اینمی امین، و حتی مثلا فیلمایشان رو ببینید شراب میخوردن، باز زمین شراب حرام است، باز میتونن بسم الله شراب بخورن، یعنی توهین و تحقیر میکردن و بسم الله الرحمن الرحیم در انجام دادن یک عمل. پس
اعتقاد کردن، سخن گفتن یا فعل کفری را انجام دادن، الذي ينتفي به ایمان العبد و یزول، او کاری که او عقیده که یا قولی که یا فعلی که چی میکنه؟ ایمان انسان از بین میبره و او را زائل میسازه و نابود میسازه. پس ایمان انسان همه و یخرجه من دائره الاسلام، ایره خارج میکنه از دایره اسلام و ایمان و از دایره ایمان و ایره میبره الى حظیره الکفر والعیاذ بالله، ایره میبره به امو حظیره یا جایگاه کافر یا در دایره کفر العیاذ بالله. اینی هست. و در اصطلاحات فقهی و فقهای اسلام، مثلا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه و دیگر علمای اسلام، اینا مثلا در کتابای فقهی میگن که یطلق اسم المرتد علی الذی ینقض ایمانه بهذه المکفرات الثلاثه. علمای فقه که نامایشون نگرفتم و شاگردایشون و تابعینشان، اینا میگن که مرتد کسی هست که ایمانش با این سه چیزها از بین میره. با کدام چیزها؟ مثلا به عقیده کفری، به قول کفری یا یک عمل کفری پیش بت میره سجده میکنه. خب این چی معنا میده؟ قرآن شریف لغت میکنه، چی معنا میده؟ اینی کلش. یا قول است، مثلا میخیزه یک نفر است مثلا در تلویزیون میشینه و میگه که قرآن شریف ما برتان غلطی ها میکشم، این اصلا این سر قرآن شریف توهین میکنه و استهزا میکنه و دشنام میده و میگه، پس اینی سبب چی میشه؟ سبب کفر ازی میشه. باز خود ازی وقتی که بگی که تو کافر هستی، تو مرتد هستی، تو زندیق هستی، باز میگه این شما چقدر کونه فکر هستین. نخیر، وقتی که انسان این کارا را کرد، هر کسی که باشه در امینجا داخل میشه.